کلیسای خداوند، درود بر شما. خیلی ممنون که منو دعوت کردین که امروز بتونم وعظی داشته باشم در راستای روز پنتیکاست. پاستور آلبرت بابایان از من خواهش کردن که در راستای پنتیکاست صحبتی داشته باشیم که چگونه بشارت بدیم. قبل از اینکه شروع بکنم میخوام هر کی به بغل دستیش بگه تو خوشی من هستی. گفتی؟ خب خدا رو شکر، مرسی، آمین. این یعنی کلی. خب آمین. بیش از حد اندازه بود. من اینقدر توقع نداشتم، خیلی عالی بود. حالا میخوایم بیشترش بکنیم. موافق هستین؟ به بغل دستیتون بگین دمت گرم. خب دوستان، من امروز دو نفر هستن که راوی هستن و کلام خدا رو میخونن، از برادر احسان و الیزای عزیز. خواهش میکنم بیاین اینجا بشینن. شما صندلی با خودتون بیارین. بله بفرمایید اینجا. امروز میخوام درباره این موضوع صحبت کنم. فکر نکنم در کلیسا دربارهش صحبت شده باشه، چون کتابی که خوندم بسیار جدیده. کلیسا چگونه آماده بشارت میشه؟ معمولا در کلاس‌های هدفمند یا در کلاس‌های برادران خواهران یک سری درس‌های در الهیات خوندین، اوکی؟ ولی امروز میخوام یک کار اساسی انجام بدیم. یعنی این موعظه تمام زندگی خود شما رو تا موقعی که روی زمین هستین بهش فرم میده، بهش سیستم میده. یعنی اگه این موعظه رو شما حفظش بکنید، تقریبا میشه بگید تمام کارهای بشارتی رو خیلی 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 راحت میتونین انجام بدین. میخوام اسرار خدای پدر رو برای شما آشکار کنم امروز. خدا چگونه عمل کرده از روز اول تا مکاشفه، داره با یک برنامه خاص، داره با یک سیستم، با یک نظم و انضباط حرکت میکنه و به انسان و شیطان اجازه میده دخالت کنن. میگه اراده آزاد بهتون میدم، میخواین چه کار بکنید؟ من این نقشمه، شما هم بیاین به همش بریزین. اونقدر قدرتمنده که میتونه برنامه خوشه ببره جلو. حالا برنامه خداوند چیه؟ عزیزان آماده هستیم؟ اولین آیه رو بخونیم. شماره الیزا، شماره 2 رو بخون بی زحمت. آیه شماره 2 بله این میاد. بله. در آغاز خدا آسمان ها و زمین را آفرید. زمین بیشکل و خالی بود و تاریکی بر روی ژرفا، و روح خدا سطح آب ها را فرو گرفت. خدا گفت روشنایی باشد و روشنایی شد. خدا دید که روشنایی نیکوست و خدا روشنایی را از تاریکی جدا کرد. واو. سیستم خدا از روز اول تا روز مکاشفه، تا موقعی که روی زمین هستیم همینطوره. در ابتدا خدا آسمان و زمین را آفرید و زمین بیریخت بود. شکل و شباهتی نداشت. درب و داغ بود. این کره زمین اینطوری گرد نبود. خیلی درب و داغون بود. بعد میریم بالاتر، وقتی که میخونیم شماره 3. احسان جان شما بخونید. ببینید داره خدا چی کار میکنه. و خدا گفت آبها از انبوه جانداران پر شوند و پرندگان بر فراز زمین در فلک آسمان پرواز کنند. پس خدا موجودات بزرگ دریایی و همه جانداران را که می جنبند و آبها را پر می سازند بر حسب گونه هایشان، و همه پرندگان بالدار را بر حسب گونه هایشان آفرید، و خدا دید که نیکوست. اول چی کار کرد؟ آسمان و زمین را آفرید، روشنایی و تاریکی را از هم جدا کرد. بعد که جلوتر میریم آسمان و زمین رو از هم جدا کرد، خشکی رو از دریا جدا کرد. سه روز اول فقط داشت جدا میکرد. ببینید کار چقدر عظیم، کار خداوند. فقط داره جدا میکنه سه روز. حالا سه تا دوران یا هر چی کار نداریم، فقط داره جدا میکنه. این پا
پروسه خداست همیشه. اول میاد جدا میکنه، بعد که جلوتر میاد تو عهد قدیم ابراهیم میگه جدا میکنه از خانوادش، میگه برو برو کجا معلوم نیست کجا، بهش آدرس هم نمیده، همینطور برو، میگه جداش میکنه، میگه بابا جام خوبه، نرمه، گرمه، همه چی دارم، برو. جداش میکنه، خودش هم نمیدونه چی کار میکنه. بعد روز سوم، روز چهارم، روز پنجم خدا میاد چی کار میکنه؟ آسمون رو پر میکنه، زمین رو پر میکنه از جانور و گیاهان، دریا رو پر میکنه از مایا. اول جدا میکنه، بعد پر میکنه. ابراهیم رو جدا کرد، بعد پرش کرد. بهت نسل میدم، بهت بچه میدم، از شنهای ساحل بیشتر باشه. این پروسه خداست. پس میخوام بهتون بگم وقتی ایمان به عیسی مسیح میاریم، قبل از هر چیزی خدا ما رو جدا میکنه. دوستای قدیمی میرن، دوستای جدید میان، خانواده قدیم میره، خانواده جدید میاد، رنجا عوض میشه. رنجا دیگه به خاطر اینکه ما دشمن داریم اینور اونور نیست. یه رنجایی هست، خب بعضی وقتاش خیلی دردناکه، از عزیزانمونه. خداوند میخواد، میخواد پر بکنه. پس جدا میکنه همیشه ما رو، همیشه ما رو جدا میکنه اول، این سیستمشه. بعد میاد پر میسازه، میگه این شب ما و ستارگان، این خورشید برای روز. مرحله سوم دیگه تموم میشه، ناکن کل کتاب مقدس در 3 دقیقه. مرحله سوم روز هفتم، و خداوند الیزا بی زحمت شماره 4. خدا ایشان را برکت داد و خدا به ایشان فرمود بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و بر آن تسلط یابید، بر ماهیان دریا و بر پرندگان آسمان و بر هر جانداری که بر زمین حرکت می کند فرمان برانید. بعد از این پروسه خدا برکت میده. ما معمولا روز اول میایم کلیسا، میخوایم برکت رو بگیریم. هنوز جدا نشدیم، هنوز پر نشدیم، برکت رو میخوایم. نمیشه، سیستم جلو نمیره. پدرم همینطور صبر میکنه، همیشه این سیستم بوده. برای اثباتش میریم در کتاب مقدس اعمال رسولان 11 آیه 19. از آیه 19 الان نوبت احسانه. ببینید در کلیسا حالا این سیستم چطوری کار کرده و کلیسا رو بنا کرده. فکر کنم امروز حرفای جدید میشنوین. امروز دارم درباره کارهای عملی خدا صحبت میکنم، کارهای قلبی خداوند که پر شدن ما از روح القدس، دعا، شراکت، پرستش کردن، دربارش صحبت نمیکنم. همه ما توپیم، پرستش ما عالی و بی‌نظیره. اوکی، کارهایی که عملا در کلیسا انجام داده و ایماندارا انجام دادن و امروز ما فراموش کردیم. برای همیه دعا میکنیم، با برادر چقدر دعا میکنیم مردم بیان کلیسا، چرا بعضی ها میرن؟ مشکل جای دیگه است. ببینیم در کلیسا چطور عمل کرد. امروز ما رو بنا میکنه کلام خدا. احسان جون از 19 بخون دعای اول و دوم. و اما آنان در پی آغاز شده با ماجرای استیفان پراکنده شده بودند تا نواحی فنیقیه و قبرس و انطاکیه سفر کردند. آنان کلام را فقط به یهودیان اعلام می‌کردند و بس، اما در میان ایشان تنی چند از اهالی قبرس و غیربان بودند که چون به انطاکیه رسیدند با یونانیان نیز سخن گفتند و عیسی خداوند را به آنان بشارت دادند. دست خداوند. بله مرسی، خیلی زیاد رفتی، مرسی. میگه و اما آنان که در پی آزار آغاز شده با ماجرای استیفان پراکنده شده بودند. جریان چیه؟ بعد از روز پنتیکاس استیفان یه آشپز بود مثل محمد ما تو آشپزخونه. ایشون رفت بشارت داد و اینو کشتن. خدا شکر که محمد زنده است. بعد از این آزار ایماندارا فرار کردن از سرزمین موعود، از اورشلیم قلبهاشون، از خانوادهشون، از نجاتشون، از اون چیزی که دوست داشتن. آرزو هر یهودی بود که در اورشلیم زندگی کنه. و خدا میاد اینطوری جدا میکنه، میگه اینا دو دستی چسبیدن، خود این مسیر رو برای خودشون نگه داشتن. 10 تا 15 سال خدا داره فریاد میزنه، نه پتروس میشنوه، نه یوحنا میشنوه، نه رسولان میشنوه، هیچ کس نمیشنوه. در
قبل از این داستان چند سال قبلش به پتروس رویا میده، میگه بابا غیر یهودی ها هم باید بشنوند دعوت و من به تو رویا دادم، رفتی بشارت دادی داخل قیصریه، چرا شما نشستین اینجا؟ میبینه نه فایده نداره. اولین کار که میکنه جدا میسازه، ما رو جدا میکنه. و بهترین کاری که کرد در کلیسای ایران، گفتم بگیم خوشی من تو هستی ها، ما رو جدا کرده. از آذربایجان هستن، از خوزستان هستیم، از اصفهان، از شهرهای مختلف هستیم. چقدر قشنگ ما اومدیم دور هم تو آلمان شدیم، اینجا نشستیم، حالا باید داخل دیسکوتک و اینور اونور باشیم، اومدیم اینجا داریم دعا میکنیم، کلام خدا رو میخونیم، به همدیگه کمک میکنیم. اصلا این چیز عجیب غریب، هیچ وقت داخل تاریخ ایران اینطوری وجود نداشته. الان کلیساهای ایرانی دارن رشد میکنن. ما رو جدا کرد، قبل از هر چیز اومد ما رو جدا کرد. ولی کلیسا اینجا حالا کار من اینجا امروز با شما اینه، کلیسایی که بشارت میده باید آماده چه کارهایی باشه؟ ما آماده چه کارهایی حالا هستیم؟ همه ما دعا میکنیم، شکر، همه ما عطای روح القدس داریم، شکر، همه ما مشارکت داریم، پرستش داریم، اوکی؟ کارمون چیه؟ آماده به کار چی باشیم؟ ببینید کلیسای انتاکیه چه کار کردن، دنیا رو زیر رو کردن. کاری بزرگتر از پنتیکاست. پنتیکاست ادامه داره، پنتیکاست متولد شد ولی بلوغ روحانی در انتاکیه اتفاق افتاد، مرکز مسیحیت جهان شد. خب اینا چه کار خاصی انجام دادن؟ اینا کیاه بودن؟ رسولا بودن؟ نه، یه آدمای عادی. الیزا آیه 21 و 22 بیزمت، دست خداوند نیز با ایشان بود و گروهی بسیار ایمان آورده به خداوند گرویدند. چون این خبر به کلیسای اورشلیم رسید، برنابا را به انتاکیه فرستادند. آمین. برنابا را. آمین. آیه بعدش هم بخونم، همون الیزا. وقتی او به آنجا رسید و فیض خدا را دید، شادمان شد. مرسی. پس چه اتفاقی افتاد؟ اگر حال محبت کنه شماره یک رو بذاره، اولین کاری که کلیسا کرد، این اولین کارشون بود، آماده پذیرفتن تغییرات بود. این کلیسا میخواست تغییر کنه. یه عده‌ای ایمان آورده بودن اونجا، دو تاشون که آفریقایی بودن از قیروان بودن و از قبرس بودن، حالا قبرسه شاید سفید پوست باشه، ولی از آدمای بینام و نشان بودن. اینها اومدن چیکار کردن؟ فقط کلامو به یهودی ها ندادن، رفتن با یونانی ها هم صحبت کردن. یه دفعه چند نفر ایمان آوردن. پتروس هم تو اورشلیم نشسته، میگن اونجا غیر یهودی ها دارن ایمان میارن، میگه ای بابا برنابا رو بفرستیم، جریان چیه؟ کلیسا آماده تغییر شد، مبارزه نکرد، برنابا رو میفرستن. برنابا رو میشناسین؟ میشناسین؟ کیا نمیشناسن؟ کیا نمیشناسن دست بالا؟ همه میشناسن؟ ها نمیشناسن. خب خدا رو شکر به خاطر صداقت. ما هممون یوحنا و پتروس و پولس میشناسیم، درسته؟ تئوریسین تمام برنامه‌های بشارتی کتاب مقدس با برنابا بود. اصلا هم دیده نمیشه در کتاب مقدس. همه مهندسی بشارت با برناباست. چه کارهای زیبایی میکنه، اصلا دیده نمیشه، نه براش دست میزنه نه دست گذارش. هیچ کجا جشن تولدش هم نمیگیرن، پولم باهاش جمع نمیکنن. اصلا یه آدمی بینام و نشان، زمین و بدبختی هر چی هم داشت فروخت داد روز اول، معذرت گفت ما نخواستیم، اصلا این ماشین بنز رو نخواستیم. بله شما همه چی رو فروخت. خیلی عجیب بود، هیچ کس هم از خودش هم تعریف نکرد، کتابم ننوشت، موعظه هم نکرد، ولی قشنگ همه به هم دیگه مربوط میکرد. برنابا بلند میشه میره اونجا، میبینه غیر یهودی ها ایمان آوردن. حالا مثلا اگه من بودم ایرانی هم دیگه، اینا نجسن، اینا ختنه نشدن، کتاب مقدس گفته فلان، کتاب مقدس گفته فلان، قرقر میکردن. میگه او دید بخشش خدا، دیگران هم میتونن بخشش داشته باشن، چه خوب. او دست رد زد به تمام افکار و اون سنت هایی که خودشون داشتن. ببین چقدر حالا ما، چقدر ما داخل کلیسا این اتفاق میفته، چقدر ما رسم و رسوم داریم داخل کلیسا. نمیگم که برنامه نداشته باشیم، اجازه بدیم خداوند کار بکنه. حالا برعکس شده، ما برنامه میچینیم، حالا اجازه میدیم باید بدیم خداوندم کار بکنه.
در صورتی که این برنامه رو خدا ریخته و اجازه داده ما حرکت کنیم. بعضی وقتا داخل کلیسا قوانین سخت میشه، دیگران نمیتونن واردش بشن. یه قوانینی که اصلا به درد ما نمیخوره، کتاب مقدسی نیست، از خودمون درآوردیم. این داره میگه برنابا فرستادن دید واو میشه، امکان پذیره. نه قانون ختنه داد، نه قانون جدایی از پودپرستی رو داد، نه قانون، هیچ قانونی دیگه ای نداد. نگفت شنبه رو نگه دارین، نگفت باید این کار بکنین، نگفت باید این کار بکنین. گفت خدا رو شکر. پس آماده، اولین کاری، 7 کار انجام داد. اولین کارش بود آماده تغییرات کلیسا. میپذیره. این یکی از کارهایی که ما باید شروع بکنیم. تغییر بدیم. همه چی رو داریم ما. تغییرات باید داخل کلیسا بیاد. کار دومی که کردن آیه 22. بیزمت الیزا بخون. 22. بله 23. 23. وقتی او به آنجا رسید و فیض خدا را دید شادمان شد و همه را ترغیب کرد تا با تمام دل به خداوند وفادار باشند. آمین. دومی بیزمت حاله کلیسایی که بشارت میده، همه اعضا آماده سخن گفتن درباره عیسی بودن. هیچ کس بیکار نبود در کلیسای انتاکیه. هیچ کشیش و شبانی و اسقفی هم نداشت. خیلی عجیبه ها. وقتی ما داخل کلیسا آلفا و امگا میام کیف میکنم. یعنی انتظاماتی که میبینم، برادر وحید امروز خداوند میخواد یه کار تازه‌ای بکنه. یه آیه. همش درباره کارهای عیسی. ماش برای شما دعا کنم. عیسی میخواد امروز یه کاری رو بکنه. همه یه آیه میدن. خدا رو شکر. همه درباره عیسی سخن میگن. درباره کارهایی که داره اون میکنه. این کلیسا کلیسای زنده است. همه درباره عیسی صحبت میکنن و امروز هم خدا رو شکر به خاطر احسان که از برمن اومد و همش درباره عیسی امروز میگفت. من گفتم هر سرودی میخوای آزاد باش، ما میخوایم امروز تغییر بدیم همه چی رو، تو آزاد باش هر چی میخوای. خدا رو شکر همش درباره عیسی بود. خیلی من خوشم میاد از انتظامات، از بچه‌ها کلیسا. وقتی که من میام کلیسا همش درباره عیسی صحبت میکنن. خدا رو شکر. خدا واقعا این ویژگی رو ما داریم. سومین کاری که میکنیم آیه بعد رو بخون، آیه 24 اگر احسان بخونه. ما هم نوبتی تقسیم بکنیم. احسان زیرا مردی بود نیک و پر از روح القدس و ایمان، بدین سان گروهی بسیار به خداوند پیوستند. آمین آمین. سومین کاری که میکنه، حال عزیز اگر سومی نشون بدی، سومین کاری که ما میکنیم در کلیسا، حالا آیه بعدش بود که من کم دوتر خوندم، همش درباره سرور صحبت میکردن. مرکزیت با سرور بود، با خداوند عیسی مسیح بود. برادر وحید من یه برنامه دارم، اگه اینطوری بریم جلو بعد اونطوری میشه. من گفتم این تو بره همین اونطوری عمل کرد. این منه ها اومده وسط، این مسیح دور ما داره میچرخه. من دارم یه تئاتر درست میکنم، من بردم جلو. نه بابا، اصلا یه جوری درخشید من خودم موندم. اصلا من اینطوری نگفته بودم، اصلا اینطور روح ریخته شد، اصلا من موندم. خدا داره چه کار میکنه؟ اصلا من موندم. خدا من خودش نهید که از من استفاده کرد. میتونم استفاده نکنه، من حال نداشته باشم یکی دیگه ازش استفاده میکنه. یه تئاتر بازی کردیم خیلی قشنگ، خداوند اومد هدایت کرد. اینه که مرکزیت کارا با عیسی بود نه با عزا. بعضی وقتا میگن برادر وای تو نیستی دا نمیدونم، پاس شما نیستین کلیسا اصلا در با داغون حال نداره. بابا مرکزیت با مسیحه. یکی از ما نیستیم، خداوند از همین خورده ریزه ها شروع میکنه. مرکزیت ما باید روی خود عیسی. به زبان میگیم ما، ولی خودمون رو مرکز قرار ندیم، نمیره برنامه جلو. من این بشارت رو انجام دادم، من پریدم رفتم اونور، من اینو دور زدم، من این گفتم، من این... خدا بر خدا شکر به خاطر ایده‌های روحانی که داریم. بچه‌ها خیلی، من بیشتر 80% میشتم میگه خداوند داره کار میکنه وحید، خداوند این کارو کرد، این روح قدوس خداوند بود. بعضی هم ناراحت میشم میگم وحید ما رو تشویق نکن، ما ناراحت میشیم. شکر این قلبا رو من هیچ جا ندیدم، اینجا دیدم. این قلب ما داریم، فقط دارم یادآوری میکنم این چیزا رو. آیه بعدی 25 24 رو خوندیم درسته؟ 24 برنابا گفت مردی نیک بود، مردی نیک بود. حالا شماره 4 رو بیزمنشون بده، مردی نیک بود، آماده عمل کردن به ایمان بودن. ما همون ایماندار به عیسی مسیح هستیم. برنابا آماده شد، میگه مردی نیک پر از روح القدس و ایمان. فقط عطایا نداشت و
فقط ایمان نداشت، نیک بود، عملا نشون داد من نمیدونم چه کار کرده، آماده بود عملا یه کاری انجام بده، یه چیزی رو پرداخت بکنه. بعدها گروهی میبینیم، ولی اعضا همشون هزینه میدادن. ما در بشارت انجیل 3 چیز رو از دست میدیم: پول، قدرت مالی و وقتمون رو. این 3 میره، از بین میره، وقتاتون پر میشه، اصلا هیچ به هیچی نمیرسیم، به غذا خوردن هم نمیرسیم برای مسیح. بعضی وقتا خداوند توی تصمیم میگیره. برنابا این کار کرد. اونا وضعشون از شما بهتر نبود، اونا همشون خارجی بودن داخل انتاکیه، بهشون کار نمیدادن، زبان درست حسابی لاتین بلد نبودن، خونه گیرشون نمیومد، مشکلات داشتن، تابعیت رومو نداشتن، همه مثل ما درب و داغون، اصلا دیده نمیشه. حالا ما خود داخل خدا شکر سوسیال هوابونه داره اگه کار نکنیم، ولی اونا وضعشون خیلی میخوام بگم خراب بوده و چنین حرکتی رو کردن. آدمای بینام و نشان چه کارهای بزرگی انجام دادن. بی‌زحمت آیه 26: و چون یافت وی را به انتاکیه آورد، ایشان در آنجا سالی تمام با کلیسا گرد می آمدند و گروهی بسیار را تعلیم می دادند. در انتاکیه بود که شاگردان را نخستین بار مسیحی خواندند. آمین. اسلاید بعدی شماره فکر کنم 6 باشه. 5ه؟ آه 5. شماره 5 بی زحمت. آماده این کلیسا آماده تجهیز و تربیت خادمین بود. چیزی که ما داریم، من درباره صحبت نمی کنم. ما خادمامون تو این کلیسا هر کمشون 5-6 پست دارن، یعنی ما اگه حدود 40 نفر باشیم 40 ضربه 5 کنیم 200 قایم خدمت انجام میدن، در 200 پست هستن دیگه. یعنی دیگه رسشون رو کشیدیم دیگه، یعنی این آیه کار نمی کنه. اینقدر کلاس گذاشیم و تجهیز، واقعا یعنی یه زوم مخصوص، من تعجب کردم. یعنی این کلیسا یکی از خصوصیاتی که ما داریم، این ثروت ماست، این ثروت ماست که کلاس‌های تعلیماتی خیلی خیلی زیادن. یعنی کلیسا وقتی زنده میشه، بشارتی میشه، اینه که جا برای همه بازه. خدا شد. آیه بعدی، آیه الیزا 26 فکر کنم باشه، تا 27. در آن روزها چند نبی از اورشلیم به انتاکیه آمدند. چند تا نبی از یه جا دیگه اومدن. خیلی عجیبه. ببینید چقدر عجیبه. اسلاید شماره 6، اینو خیلی میخوام تاکید بدم چون مشکل کلیسای ماست. آماده رهبری گروهی در کلیسا بودن. حالا آش افتاده، آماده رهبری گروهی بودن. یه چند نفر نبی از اون ور اومدن، این ورم نه کشیش نه پاسته، یه چند تا ایماندار دارن رهبری میکنن چگونه اینو حالا بفرستیم جای دیگه، میسیونر بفرستیم. کار شده رهبری، شده گروهی. اصلا اسم هیچ شخصی گفته نمیشه که برنابا تصمیم گرفت یا پتروس گفت یا کسی دیگه ای گفت، کل کلیسا داره تصمیم میگیره. واو واو. حالا ما میگیم رهبری، خیال میکنم حالا اونجا حقوق میدن، یا مثلا ما میگیم کی باشه کی نباشه اونا. اصلا اینش که این که ما فکر پیشبرد انجیل مسیح هستیم، خب قلبامون همه باید اینطوری باشه، مقامی که هیچ اونجا هیچ خبری نیست. اینه که رهبری گروهی در کلیسا یکی از نشانه های یک کلیسایی که میتونه بشارت بده. همه این قلبو دارن و یکی که میاد از در میگه از یه جا دیگه اومد، میگه من این رویا رو دارم برای کلیسای شما، میگه اوه تو هم خوبی، تو هم داره از طرف خداوند میگه. خیلی عجیبه. من باور نکردم کلیسای اولیه در انتاکیه اینطوری شکل گرفت، رهبریت گروهی داشت. پس این اسرار رو ببینیم چگونه خداوند داره حرکت میکنه تو کلیسای ما. و آخرش میگم و موعظه امروز رو تموم میکنم، اگر الیزا عزیز بخونید آخرش رو 29 و 30، ببین چه کلیسا داره چه کار میکنه. پس شاگردان بران شدن که هر یک در حد توان کمکی برای برادران ساکن یهودیه بفرستند. پس چنین کردند و هدیه به دست برنابا و سولوس نزد مشایخ فرستادند. آمین. معمولا وقتی در کلیسای ما میگیم میخوایم کمک بکنیم، اما یه سکوت مطلق اصلا کلیسا رو میگیره، ابروها میره بالا، کیفا باز میشه، اون بزرگه هم که اسکناسای گوشی نگاه نمی کنیم، تو کوچیکه. اصلا انگار حد که حرمت شده بمون. من نمیدونم
آخه میده ما فکر میکنیم مثلا پاسه میره با این پول بره لباس میخره بره خوش. بابا همه اینجا کار میکنن، من نمیدونم این افکار از کجا میاد. هیچ کس هیچ نیازمندی نداره. این پولا خب من میگم که همیشه جمع میشه کجا، اتیوپی میره، برای کودکان بی سرپرست میره، برای زندانیا میره، برای خیلی کارهای هنوز ما خیلی کم داریم، یا جای دوری نمیره. اونها خیلی بدبخت و فقیر و مهاجر بودن. میتونستم بگن برنابا تو چی میگی؟ بابا شما اشتباه میکنین. ما خودمون الان اینجا خودمون مشکل داریم. خدا نمیخوا، خواست خدا نیست. آخه من نمیرسم. من این مش... میتونستم بگم. وقتی خدا مس میکنه، وقتی روحش ریخته میشه و تو شعله ور میشی که بشارت بدی، تو همه چی تو میدی. بعضی فقط کتابو میگیرن من تو خیابون وای میسن، یاد میان داخل این هایم، داخل اون هایم، درباره خداوند میگن، دعا میکنن، ولی هیچ اتفاقی نمیفته. طرف میاد چند ماه بعد دوباره میره. در آمریکا به این بزرگی هیچ کس مثل آمریکا اینقدر میسیونر در جهان نداره. در آمریکا اومدن نوشتن قانونا آمار گرفتن، 80% کسانی که بشارت داده میشن و میان به کلیسا برمیگردن دو دنیا. این چیزا این هفته کارو نداره. از اون میان اصلا هیچ استفاده اشون نمیشه. هیچ جایی هیچ نظری نمیتونن داده بشه. مخالف نیستیم که این که باید یک دورانی بگذرنی میخوایم مقام بدیم. ولی مشورت، صحبت، هماهنگی، کارهای رهبری گروهی، رهبری این نیست که حالا چند نفر یه کار بیان انجام بدن. خداوند داره میره کاری، چون ما همه متفق هستیم با هم دیگه این کار رو ببریم جلو حتی اگه به ضررمون باشه. اینه که کلیسای ما هم خیلی ها میان ولی دوباره بر میگردن. میتونیم این هفته رو شالوده کلیسای خودمون بذاریم، همونطور که کلیسای اولیه انطاکیه شد مرکز بشارتی جهان. تمام جهان برکت گرفت از انطاکیه و مژده رسید به کل اروپا و بعد الان امروز به ما ایرانیا. خوبه که نمون. به خاطر چی؟ به خاطر آماده بود کلیسا این هفت کار رو انجام بده. و اگر ما میخوام این شعله ور بکنیم کلیسای ایران رو، و اگر ما 150 نفر اینجا نشستیم، بهتون قول میدم خدا میخواد 80 میلیون رو با شما 150 نفر شعله ور بکنه. اصلا شک نکنین، شک نکنه. فقط شما قلباتونو باز میکنین، او عمل میکنه. هر کدوم از شما حداقل با 20 تا 100 نفر در ایران در تماسین. من خودم خانوادم صدا خورده ایه فهمون جسمانی براشون نمونه هستیم. بدونه که اصلا در درباره عیسی صحبت کنم، میگه تو چقدر اصلا حرفا داره درباره چی صحبت میکنه؟ آرامش بخشه. باشون مشورت میکنیم، باشون صحبت میکنیم. ما میتونیم اینطوری بشارت بدیم اگر آماده باشیم، با همدیگه باشیم در همه چیز. میتونیم بدون دوری از نمیدونم سنت های خانواده، بدون یخزدگی یا از تاریکی هایی که در زندگیمون هست، اگه اینا دور بکنیم از خودمون، بذاریم جلال مسیح از درون ما بدرخشه و افکار مرده و پوسیده ما که از زندگی گذشتمون بره بیرون، بیام یکم بازتر باشیم. حالا نمیگم اصلا با گناه بیام حالا سازش بکنیم، اصلا نمیکنیم، ولی گناهکارای خیلی محبت میکنیم، خیلی دوست داریم، هر موقع هم خطا کردن 10 برابر بهشون فیض میدیم. خود با خودشون مشکل نداریم، با اون عملی که انجام دادن خب چیز میگم. من درباره این صحبت نمی کنم، امیدوارم متوجه بشین. کلیسای مسیح اینطوری آماده بشارت میشه. بلنشیم یه دعای توپ بکنیم با هم دیگه. پدر جان بسیار سپاسگزاریم به خاطر اینکه این آتش روز پنتیکاست همینطور داره روز به روز داره در خرمنهای کشور ما ایران پدر جان آتش افروز میکنه. پدر سپاسگزاریم که امروز ایرانی ها افغانی ها دارن پیام رو به فارسی میشنون. سپاسگزاریم خداوند به خاطر اینکه 3 میلیون کتاب به فارسی چاپ کردیم. خداوند سپاسگزاریم به خاطر اینکه 5 تا شبکه تلویزیونی مسیحی داریم. خداوند شکرگزاریم به خاطر اینکه حدود 2000 خورده سرود پرستشی داریم. چقدر تو نیکویی، تو ما رو فراموش نکردی پدر جان. خیلی سپاسگزاریم پدر جان. ما آماده ایم که کلام تو رو با زندگی خودمون بشاره بدیم. در نام عیسی مسیح طلبیدم، آمین.